مسئولان وزارت اقتصاد کشور میگویند که مهمترین دلیل عدم توسعه اقتصادی در کشور مسدود شدن سرمایه های افغانستان توسط جامعه جهانی و ایجاد تحریم های بانکی و اقتصادی است. به گفته آنان هرچند در دو دهه گذشته پروژه های اساسی اقتصادی در افغانستان تطبیق نشده است، اما امارت اسلامی افغانستان تلاش می کند تا از تمامی امکاناتی که در اختیار دارد برای حل مشکلات اقتصادی استفاده کند. تیر یو نیم کال رئیس در افغانستان اگه بعض مشکلات اقتصادی لیری زینی داخلی و زینی هم بهرنی عوامل در روده، لکه دا چی از موږ تاسو هغه د ملي سرمایه بندیدل یا کنګل کېدل او کوم تعذیرات چې پر مالی او بانکي سیستمونو زموږ وضع شوي دي مستقیمانې پر تجارتي فعالیتونو په بهرنۍ او کورنۍ سرمایه ګذاری خپل منفي تاثیرات درلودل. اعضای سکتور خصوصی نیز از ادامه تحریم های جهانی بر افغانستان انتقاد کرده می گویند اگر تحریم های بانکی از افغانستان برداشته شود و سرمایه های مسدود شده این کشور آزاد شود، افغان ها می توانند مشکلات اقتصادی خود را مدیریت کنند. اگه شرایط دیگه و اگه بیمه ده، مسائل دی بیمه دی، مسائل دی انترنشنل ترانزکشنونو دی، مسائل دی قوانین و زن قوانین لری، چې دغو په رڼا کې دوی کولی شي چې راشي، اما کله چې دغه چارچوب دوی ته نوی آماده، زه فکر نه کوم چې لوی شرکتونه راشي. کارشناسان اقتصادی همچنان فشارها و تحریمهای جامعه جهانی را عامل بحران کنونی افغانستان می دانند و می افزایند که اگر سکتور بانکی کشور از تحریمات رهایی یابد، سرمایه گذاران افغان توانایی مدیریت مشکلات اقتصادی کنونی کشور خود را خواهند داشت.